به نام خدا. سلام دوستای عزیز، دختر و پسرای گلم، کلاس نهمیا. سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشید، تو هم باشه براتون با سلامتی و موفقیت در کنار خانواده. آرزو میکنم بچه تو همه آزمون‌های زندگیتون موفق و سربلند باشید. امروز جلسه صفرمونه. در خدمت شما هستم با منطق و حل مسئله، که یه مبحث خیلی مهمیه، بسیار مهمه. بریم ببینیم چیه. بچه یه دانشمندی رو بهش تهمت زدن، حالا پاش گیر افتاده، زمانهای قدیم، بعد افتاده زندان. بهش گفتن که تو اگه از چندین مرحله چند تا معما رو، 11 تا معما رو حل کنی، اتاقهای تو در تو وجود داره، برای رفتن به اتاق بعدی باید یا کلیدش رو داشته باشی یا ثابت کنی کلیدش وجود نداره، اون وقت ما میتونیم بهت به اجازه بدیم بری اتاق بعدی اگه راست گفته باشی. خب شما باید به این دانشمندی که ادعا میکنه منطق دانه کمک کنید که از این مخمسه راحت بشه. بچه دو تا اتاق وجود داره. توی اتاق جلاده، توی اتاق کلیده. ممکنه تو هر دو اتاق کلید باشه، ممکنه تو هر دو اتاق جلاد باشه. سه حالت وجود داره، یا توی اتاق کلیده یا تو اون یکی جلاد، یا برعکس، یا هر دو کلید یا هر دو جلاد. با توجه به این جمله بالا باید مشخص کنید وضعیت چیه. کلید اگه وجود داره کدوم اتاقه؟ گفته از دو جمله یکی درست و یکی نادرست است. کلید در کدام اتاق است؟ سلام آقا متین سلطانی نژاد، خوشحالیم در خدمت شما هستیم. بچه ها خوشحالم که بچه های قدیمی و جدید رو میبینیم. این اولین جلسه طرح TNTه، خیلی مهمه بچه ها این طرح. دیگه همونطور که بهتون گفتم آخرین فرصت هاست، یعنی خیلی اهمیت داره این کلاس ها. مطالب طرح جامعه رو مرور میکنیم، کلاس های جامعمونو، و یه سری مطالب مهمتر که سطح یه مقدار بالاتری از اونا دارن هم براتون بیان میکنیم که کاملا آماده باشید. پس پیشنهاد میکنم این کلاس ها رو با قدرت شرکت کنید، به هیچ عنوان غیبت نکنید، دیر نیایید سر کلاس، اینا رو حواستون باش. یاد میگیرید بچه، اگه صفر صفرم باشید کامل تو این طرح آماده میشید، تو این چند جلسه حتما آماده میشید، نگران نباشید. خب بچه همه اینو حل کنن من ببینم جواب چی میشه. بگید کلید کجاست، جلاد کجاست. بله حتما حتما، نباید استرس داشت. حالا جلسات بعد راجع به اینم توضیح میدم بهتون. خب بعضی ها رو میخونم. امیر مهدی امیری،
نه گزینه نداره بچه ها. بچه ها بگید چه وضعیتیه، تو هر اتاق چی هست، اینطوری بگید. آفرین میلاد، آفرین میلاد، آفرین عرفان گرامیزاده، آفرین سید علیرضا سجاد، آفرین آفرین. آفرین علی نیک چهره. گفتم باید بچه ها باید ببینید توی اتاق یا کلیده یا جلاده، اینطوری به شما بگم، توی اتاق یا کلیده یا جلاده، یه دونش هست. گفته از دوتا جمله یکیش درسته یکیش غلطه. حالا کلید کجاست، جلاد کجاست؟ بچه منطقی احتمال نداریم. خب یه نفر بیاد اینو توضیح بده، یه نفر داوطلب شه. بچه ها بودو الان دانشمنده رو میکشن. سلام. سلام، حال شما خوبه؟ بله خیلی ممنون. امیر عباس؟ بله. تو کلاس شیشم هم بودی امیر عباس؟ این نصفه همونه ببینم اونجا چطوری. خوبه، فقط موندم تو خواب من بیای دیگه، همین. خب امیر عباس بگو چیه داستان. من اتاق یک و اتاق دو، داخل اتاق دو گفته در یک اتاق کلید و در اتاق دیگر جلاد است. خب بعدا داخل اتاق گفتم کلید در این اتاق و جلاد در اتاق دیگر است. یه طوره جمله اتاق دو رو تایید کرده که کلید و خب داخل یه اتاق و جلا داخلی. پس میفهمی که مال اتاق دو درست گفته و اتاق اول اشتباه، کلید در اتاق دو و جلا در اتاق اول. آها آفرین. بچه نگاه کنید، اگر جمله یک درست باشه، نگاه کنید این جمله یا درست یا غلطه. اگه اینجا کلید باشه جلاد اینجا، خب این جمله درسته، این یکی هم درست. خب به تناقض خوردیم، پس این درست نیست، این غلطه و این جمله درسته. در یک اتاق کلیده، در یک اتاق جلاده. حالا با توجه به غلط بودن این نتیجه میگیریم که بیان اگه توی در تایید میکنم یک کلید در این اتاق و جلاد در اتاق دیگر، یعنی کلید داخل یه اتاق و جلاد داخل بله. اتاق. اینجا جلاده، اینجا کلید. خب دانشمنده باید بره سراغ اتاق دو. واو. مرسی. اینجا گفته هر دو جمله درست یا هر دو جمله نادرست است. جمله اول، حداقل در یکی از اتاقها کلید است. جمله دو، جلاد در اتاق دیگر است. یعنی اتاق یک جلاد.
خب بچه بنویسید دو جمله درسته یا دو جمله غلطه، بعد کلید کجاست، جلاد کجاست. آفرین مائده باقری. آقای رئیسی، یا خانم رئیسی بود، سری رد شد. خب خانم مائده باقری بیاد. خانم مائده باقری، خانم مائده باقری درخواست بده لطفا وصل شه. سلام، خوبی مائده خانم؟ ممنون، شما خوبی نستر؟ مرسی، سال نوتون مبارک باشه. ممنون است همچنین خب استاد. هر دو تا جمله درست، کلی توی اتاق دو و جلا توی اتاق یک. خب سوال ما گفته بود که آقا یا هر دو تا درسته یا هر دو تا غلطه. اگه من بیام هر دو تا رو درست بگیرم، گفته که حداقل در یکی از اتاق ها کلید، یعنی کلید میتونه تو هر کدوم از این دو تا اتاق باشه، و شماره دو گفته جلاد در اتاق دیگر است، یعنی در اتاق دو نیست. وقتی که اینو داره نقل میکنه، یعنی جلاد میتونه باید در گزینه در اتاق یک باشه، و گفته در یک اتاق است کلید. خب پس کلید باید در نتیجه در اتاق دو باشه. خیلی ممنون، مرسی. خواهش میکنم. شما یه حالت درست رو در نظر گرفتی و گفتی که این حالت درست. بله. حالا اگر هر دو جمله غلط باشه، یعنی این جمله باید غلط باشه، حداقل در یکی از اتاقها کلید است، این غلط باشه، یعنی در هر دوتا جلاده. اگه این جمله غلط باشه یعنی تو هر دوتا جلاده، اون وقت این یکی درست میشه. اگر این غلط باشه این درست میشه. بله. نمیشه، مسئله گفته هر دو درست یا هر دو نادرست. پس این درسته، حداقل تو یکی از اتاقها کلیده، پس این یکی هم باید درست باشه. پس جلاد میاد تو اتاق یک، حداقل هم باید توی اتاق کلید باشه، کلید میاد تو اتاق دو، پس اینجا میشه کلید، اینجا میشه جلاد، جفت جملاتمونم درست میشه. بله. خیلی ممنون مهده خانم. خواهش میکنم. اینجا همونه، گفته هر دو جمله درست یا هر دو جمله نادرست است. حالت نادرست رو دوباره توضیح بدم. ببینید بچه، اگر این جمله غلط باشه حداقل در یکی از اتاقها کلید است. فرض کنید این جمله غلطه، یعنی تو هیچ کدوم از اتاقها کلید نیست، جفتشون جلاده. خب اگر این جمله غلط باشه این میشه درست، جلاد در اتاق دیگر است، چون هر دوتا شده جلاد، این جمله درست میشه. پس با شرط مسئله جور در نمیاد که گفته یکیش درسته یکیش غلط، نتیجه میگیریم که این نمیتونه غلط باشه، این باید درست باشه، حداقل در یکی از اتاقها کلیده. بله، پس وقتی اون درسته اینم باید درست باشه، جلاد در اتاق دیگر است، پس اتاق یک باید جلاد باشه.
این هم درسته، میگه حداقل در یکی از اتاقها کلیده، اینجا باید کلید باشه. بچه ها توی اتاق یا کلیده یا جلاده، ممکنه تو هر دوتا کلید باشه، تو هر دوتا ممکنه جلاد باشه، یا یکیش کلید یکیش جلاد. با توجه به شرط مسئله باید بگید تو هر اتاق چه چیزی وجود داره. بچه ها یه ذره دقت کنید. یکی دو نفر درست فرستادن. عجله می کنید بچه ها. آقای گرامی نژاد تقریبا درست گفته. بچه ها عجله می کنید. ببینید با شرط مسئله بررسی کنید هر دو جمله درست یا هر دو جمله نادرست. وقتی بین دو قسمت دو تا جمله یا میاد، اگه یا میاد فقط وقتی غلطه که جفتشون غلط باشه. بچه ها دقت کنید، کم دیدم درست جواب بدید. آفرین، یه ذره دقت کنید. تو هر اتاقی یا کلیده یا جلاده. ما میدونیم هر دوتا جمله یا درستن جفتشون یا جفتشون غلطن. حالا باید بگید که تو هر اتاق چه چیزی هست؟ اگه نمی اومد که ما نمی گفتیم بچه ها. خیلی هم مهمه، اینا استدلال و درک مطلبتون رو میبره بالا. خیلی ساده است و هی بریم جلوتر براتون آسونتر میشه، با اینکه سوالا سختتر میشه ولی شما راحتتر حل میکنید. آقای طاهری درست گفته. آفرین عرفان. خب خب من اینو حل میکنم بچه ها، دیگه کامل یاد میگیرید. اینجا رو گوش کنید، همه اینجا رو گوش کن. این
جمله ساده تریه. در اتاق دیگر کلید است. من میدونم هر دو جمله درسته یا هر دو جمله نادرست. خب در اتاق دیگر کلید است. فرض میکنم غلط باشه این جمله. یعنی اگه این جمله غلط باشه تو این اتاق کلید نیست. تو این اتاق چیه؟ جلاده. اگر جمله دو غلط باشه، اگر جمله دو غلط باشه اینم چه اتفاقی میفته؟ اینجا جلاده، اون وقت نوشته جلاد در این اتاق است یا خب بله جلاد در اون اتاق است. اگر جمله دو غلط باشه جمله یک میشه درست. به تناقض میرسیم، یکیش غلط یکیش درست. چون یا آورده بینش، یکیش درست باشه کافیه، درست میشه. پس اگه جمله دو غلط باشه، گفته در اتاق دیگر کلید است. اگه غلط باشه یعنی در اتاق دیگر کلید نیست، جلاده. بعد جمله اتاق یک میگه جلاد در این اتاق است یا. وقتی میگه یا، خب جلاد در این اتاق است، هست دیگه، پس جملهش درسته. جمله دو غلط، جمله یک درست. به تناقض میرسیم. مسئله گفته دوتا درست یا دوتا غلط. خب پس این نمیتونه غلط باشه، این درسته. در اتاق دیگر کلید است. اینجا می نویسم دیگه چون مطمئنم. اینجا می نویسم کلید چون جملهش درست. وقتی این جمله درسته، این یکی جمله باید درست باشه، چون گفته هر دو درست یا هر دو نادرست. گفته جلاد در این اتاق است. خب جلاد که در این اتاق نیست. چون جملهش باید درست باشه یا داره، باید تیکه دومش درست باشه. اون تیکه اولش غلط شد، حالا چون درسته باید تیکه دومش، پس به خاطر اینکه این درست باشه کلید باید اینجا باشه. هر دو جمله درستن، تو هر دو تا اتاق هم کلید داریم. هر دو جمله درستن و تو هر دو تا اتاق هم کلید داریم. یه دقیقه نگاه کنید دوباره. نکتهش اینه که وقتی بین دو جمله یا میاد، یکیش درست باشه یا دوتاش درست باشه کلش درسته. فقط وقتی غلطه که جفتش غلط باشه. گفتیم اگر جمله دو غلط باشه جمله یک میشه درست. به تناقض میخوریم، پس جمله دو باید درست باشه و جمله یک هم باید درست باشه. نتیجه میگیم تو هر دو تا اتاق کلیده. سوال 4. بچه این یه ذره سخت‌تر میشه. خیلی خوب گوش بدید. میگه اگر تو اتاق یک کلید باشه جملهش درسته، اگه جلاد باشه جملهش غلطه. تو اتاق دو برعکسه، اگر جلاد باشه جملهش درسته، اگه کلید باشه جملهش غلطه. دوباره میگم، تو اتاق یک اگه کلید باشه جملهش درسته، اگه جلاد باشه جملهش غلطه. اینجا برعکسه، اگه جلاد باشه جملهش درسته، اگه کلید باشه جملهش غلطه.
آفرین. آه دیدی گفتم یاد میگیرید. آقای گرامی نژاد زارعی، آفرین آفرین. آریان آفرین. با اینکه امیر محمد فیروزی آف به بچه، این خیلی سختتر از قبلی هست. خیلی سختتر از قبلی هست. ولی ببینید این همه، همین 5 نفر رو نگاه کردم 4 تاشون درست بود. آفرین آقای باقرپور، آفرین آفرین، خیلی عالیه. بچه تو هر اتاقی خواهشن گوش کنید، اینجا نگاه کنید، تو هر اتاقی یا کلیده یا جلاده. میگه اگر در اتاق یک کلید باشد جملش درسته، اگه جلاد باشه جملش غلطه. تو اتاق تو برعکسه، یعنی اگه جلاد باشه جملش درسته، کلید باشه جملش غلطه. آفرین بهار زکی زاده. آفرین هانیه طاهری. آفرین اسماعیلی، آیدا اسماعیلی. آفرین آفرین. خیلی عالی بود بچه ها، آفرین. آیدا اسماعیلی بیاد رو خط. آیدا اسماعیلی درخواست بده. نمیدونیم میلاد، نمیدونیم، فقط شرطشون رو گفته، نمیدونیم درستن یا غلطن. ما فقط باید بفهمیم تو اتاق چه چیزی وجود داره. آیدا اسماعیلی درخواست ندادی هنوز؟ سلام استاد. سلام، خوبی آیدا خانم؟ مرسی ممنون استاد. سال نوت مبارک باشه. همچنین مرسی ممنونم. خب از کجا تماس میگیری آیدا خانم؟ استاد از شهر کرد. از شهر کرد. خیلی عالی، شما کامل یکی از کسایی بودی که جواب کامل کامل رو دادی. میشه برامون توضیح بدی؟ استاد گفته که من اول خودم اومدم گفتم که فرض میکنین جمله توی اتاق یک جمله اولش نادرست باشه، یعنی اینکه نوشته در هر دو اتاق کلید است نادرسته، و اگه نادرست باشه پس جلاد تو این اتاقه، پس بله این درست میشه. اتاق دو، یعنی اگه جلاد تو اتاق یک باشه پس کلید در اتاق دوه، میریم ببینیم این جمله صدق میکنه یا نه. گفته که در اتاق دو، در هر دو اتاق کلید است، و ما گفتیم که در اتاق دو کلیده، و شرط دو اتاق دو این بود که اگه نادرست باشه در این اتاق کلیده. پس من از چه میگیریم که در هر دو تا جمله نادرسته و در اتاق یک جلاد و در اتاق دو کلیده. خیلی ممنون، متشکر، مرسی. خب بچه اینجا رو نگاه کنید، ما حالت های مختلفی وجود داره، حالت بندی های مختلفی میتونیم بکنیم. یکی از حالت بندی هامون اینه که بگیم اتاق یک کلید، اتاق دو کلید، اتاق یک کلید، اتاق دو جلاد، اتاق یک جلاد، اتاق دو کلید، اتاق یک جلاد، اتاق دو هم جلاد. 4 تا حالت رو بررسی کنیم، غیر از این 4 تا حالت نیست. ببینیم کدومش با شرایط مسئله جور در میاد. یه حالت دیگه بیایم رو درست و غلط بودن جمله ها بررسی کنیم.
هر دو درست، اولی درست دومی غلط، اولی غلط دومی درست، دوتاش غلط. این هم چهار تا حالت داره، این هم چهار تا حالت داره. میتونیم این چهار تا رو هم بررسی کنیم ببینیم که کدوم راحت تره. خب من این حالت بندی رو میتونیم انجام بدیم. من میام یه روش کوتاه‌تری رو بهتون میگم. بچه ها فرض میکنم جمله اول درست باشه، در هر دو اتاق کلیده، یعنی اینجا کلیده، اینجا هم کلیده. من اینجا رو مینویسم، اینجا کلید، اینجا هم کلید. این جور در میاد اتاق یکه، توش کلیده، جملهش هم درسته. ولی این جور در نمیاد اتاق دوه، توش کلیده، باید جملهش غلط باشه ولی جملهش درسته. به تناقض خوردیم. تو اتاق دو کلیده ولی جملهش درسته. پس این جمله نمیتونه درست باشه. این جمله غلطه. یه لحظه اجازه بدید. پاکنش کجاست؟ مرسی. خب پس نتیجه میگیریم که این جمله درست نیست، این جمله غلطه. در هر دو اتاق کلید نیست، غلطه. وقتی اتاق یک جملهش غلطه، یعنی این تو جلاده. اینو دیگه مطمئنیم. بچه ها در هر دو اتاق کلید است، این جمله هم غلطه دیگه. وقتی اون غلطه، خب اصلا اونجا که جلا، این جمله هم غلطه. اتاق دوه، جملهش غلطه، باید توش کلید باشه. پس اونجا جلاده، اینجا کلیده، هر دو جمله غلط هستن. دو جملهمون فالس میذاریم، غلط. بریم سراغ سوال بعد. مثل همونه، عین همونه، گفته حداقل در یک اتاق کلید است، در اتاق یک کلید است، در اتاق یک یک کلید است. آفرین آریان جهانیفر. بله یه ذره بیشتر توضیح میدم. آفرین عبدالله زارعی، ابوالفضل اسدی، آفرین سید علیرضا سجاد، آفرین آفرین آقای نورالدین وند. به به بچه، آفرین آفرین آفرین. بله اینا رو راحت میشه تست داد دیگه، که مثلا با توجه به این چه نتیجه‌ای میگیریم، مثلا چه حالتی وجود داره. چهار تا حالت هم براتون میذاره دیگه، چهار تا گزینه. اتاق یک کلید، اتاق دو جلاد، همه اینا رو میذاره. آفرین مبین بصیری.
آفرین ابوالفضل باقرپور، آفرین عرفان گرامیزاده، امیر محمد فیروزی، آقای دانور، آفرین آفرین بچه، خیلی عالیه، آفرین. من الان گفتم دیگه که چطوری تست میاد. گزینه یک میگه تو اتاق یک کلیده، تو اتاق دو هم کلیده، تو اتاق یک کلید، تو اتاق دو جلاد، تو اتاق یک، این چهار تا گزینه داره دیگه. یا راجب جملات میشه گفت. این سوالو خیلی کمک میکنه. اگر متن سوال یه ذره طولانی بود گیج نشید، بتونید چند تا فرض رو با هم در نظر بگیرید. بچه این که کی میاد واسه میشه دست من نیست، تقاضا میدید بعد یه نفر به طور تصادفی انتخاب میشه. سلام استاد. سلام، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. خودتو معرفی میکنی؟ من سید محمد سینا رئیس استاد هستم. از کجا تماس میگیری؟ از مشهد. از مشهد، خیلی هم عالیه. خب بفرما جواب تو. استاد به نظرم قطع شدی؟ سلام استاد، سلام، حال شما خوبه؟ بله من، شما خوبید؟ قربان، خودتو معرفی میکنی؟ بله من عرفان گرامی‌زاده هستم. بله آقا عرفان، بالاخره اومدی، تقاضا دوست داشتی بیای. بله بله من. خب عرفان جان از کجا تماس میگیری؟ من اصفهان. اصفهان، عالیه. خب عرفان جان بگو جواب چیه؟ بله استاد، من گفتم که اگه تو اتاق یکیلی باشه که در واقع پس بعد اتاق جمله اتاق یک درست باشه، که درست هم هست چون حداقل در یک اتاق کلید هست. بعد تو اتاق دو میگه در اتاق یک کلید هست، که جملهش درسته، پس حتما باید توش جلاد باشه، چون گفتیم اگه جلاد باشه جملهش درسته. آها مرسی. بچه یه حالت رو در نظر گرفتید و گفتید درسته، ولی ممکنه حالت های دیگه هم وجود داشته باشه. من میام حالت غلط رو رد میکنم. خب فرض میکنم این جمله غلط باشه، حداقل در یک اتاق کلید است غلطه، یعنی در هیچ اتاقی کلید نیست، دوتاشون جلادن، تو این اتاق هم جلاده. پس اگر این جمله غلط باشه تو دوتا اتاق باید جلاد باشه. اتاق یک جور در میاد، جملهش غلطه، توش هم جلاده. اتاق دو توش جلاده ولی جملهش غلطه، جور در نمیاد. نگاه کنید، اگه تو اتاق دو جلاد باشه باید جملهش درست باشه، جملهش غلطه. ببینید اگه جمله یک غلط باشه، من فرض میکنم این جمله غلطه، چه نتیجه ای میگیرم؟ اینجا جلاده، اینجا هم جلاده. خب پس اینجا میشه غلط، اینجا به تناقض خوردیم، تو اتاق دو جلاده ولی جملهش غلطه. خب پس فرض اولیه رو همه رو از بین میبریم، این جمله غلط نیست، جمله یکمون درسته. پس اگه این با غلط بودن این شروع کردیم، این درسته. حداقل دقت کنید، وقتی درسته خود جمله یه نتیجه میده، فرض مثلا یه نتیجه میده،
وقتی اینجا جملهش درسته یعنی باید توش کلید باشه. اینجا کلیده. خب در اتاق یک یک کلید است. این جمله درسته. فرض مسئله میگه اینجا باید جلاد باشه. چون اتاق دو جملهش درسته باید توش جلاد باشه. خب دو تا جمله درستن، اتاق یک کلید، اتاق دو جلاد. فرض کردم جمله یک غلط باشه، به تناقض رسیدم. پس جمله یک درسته، غلط نیست. اینم مثل همونه، شرط مسئله همونه. اگه تو اتاق یک کلید باشه جملهش درسته، جلاد باشه جملهش غلطه. تو اتاق دو جلاد باشه جملهش درسته، کلید باشه جملهش غلطه. گفته فرقی نمی کند. آفرین آفرین بچه ها، بازم دارید جوابای درست می فرستید. گفته فرقی نمی کند کدام اتاق را انتخاب کنید. آفرین امیر محمد. بچه ها بنویسید دوتاش درسته دوتاش غلطه، بگید اولیه درسته دومیه غلطه یا برعکس یا هر چی، بعد بنویسید چی هم هست توش. آفرین عرفان، آفرین امیرعلی. امیر عباس علی بگی آفرین. آفرین طه رواقی. بچه ها عجله نکنید، این سوال رو یه دو دقیقه وقت میدم حل کنید. نمیخوام کسی میارمش اشتباه جواب بده دیگه.
خب آفرین آیدا اسماعیلی. سلام استاد. سلام، خودتون رو معرفی کنید. من رئیس استاد هستم. جان رئیس استاد هستم. الان قطع شده. آها الان قطع شدی رئیس و سادات. خب بفرما پسرم، بگو ببینم از جواب چیه. جوابتو میگی؟ صحبت کن پسرم. ابوالفضل باقرپور هم کاملا درست گفته. آسو زنوریان هم کاملا درست گفته. سلام استاد، خسته علی نباشید. نیکچهره هم کاملا درست گفته. ببین وقتی میگم با دقت حل کنید همه دارن درست میگن. جان بفرما. سلام، سلام استاد. خوبی پسرم؟ بله من خودتو معرفی کن. عرفانم، همون که چند دقیقه پیشم سوال رو پرسیدیم پاسخ داد. آها باش عرفان جان، دیگه اومدی جواب بده. بله خب چشم استاد. اول من مثلا دو حالت داره برای اتاق یک دیگه، مثلا یا کلیده یا جلو. حالا اول فرض کنیم مثلا کلیده. اگه فرض کنیم کلیده، پس اتاق یک جملهش داره درست میگه، فرقی نمیکنه کدوم اتاق انتخاب کنیم، یعنی هر دو کلیده. پس اتاق دو هم کلیده و این یعنی جمله اتاق دو غلطه، چه در اتاق یک کلید است ولی خب جمله درسته، پس این حالت تناقض میخوره. حالت آفر. دوم اینکه تو اتاق یک جلاد باشه، پس جملهش غلطه، فرقی نمیکنه کدوم انتخاب کنیم، یعنی هر دو کلیده، که چون تو اتاق یک گفتیم جلاده، این غلطه و جملهش هم گفتیم غلطه، پس اینجا در واقع درسته. تو اتاق دوم که در اتاق یک کلید است، که جمله غلطیه، چون میدونیم تو اتاق یک جلاده، پس کلید بعد تو اتاق دو باشه، پس هر دو جمله غلطه، تو اتاق یک جلاد، تو اتاق دو. آفرین، کاملا درسته، کاملا درست گفت. آفرین بچه. از این حالت بندی رفت، گفت ما دو حالت بیشتر نداریم، یا تو اتاق یک کلیده یا جلاده، یا کلیده یا جلاده. گفت اول من در نظر میگیرم کلید باشه، اینجا کلیده، پس جملهش درسته، نتیجه میگیرم این جمله باید درست باشه، تروه. خب وقتی درسته یعنی فرقی نمی کند کدام اتاق را انتخاب کنید، یعنی دوتاش یه چیزه، این جمله درسته، اون یکی هم باید کلید باشه. جملهش درسته ولی مسئله میگه وقتی تو اتاق دو کلیده باید جملهش غلط باشه، اینجا به تناقض میخوریم. پس اینجا که اینجا کلید بود اشتباهه. ببین اینجا به تناقض خوردیم، تو اتاق دو کلیده ولی جملهش درست، پس پاک میکنیم از اول، این حالت اشتباه بود. اینجا جلاده، پس جملهش غلطه، جملهش غلطه، یعنی فرق میکنه کدوم اتاق رو انتخاب کنی، دو تا اتاق مثل هم نیست، یعنی اینجا کلیده. وقتی کلیده جملهش غلطه. بله جملهش هم غلطه، کاملا جور در میاد، دو تا جمله غلطن، تو اتاق یک جلاده، تو اتاق دو کلیده، هر دو جمله غلطن، تو اتاق یک جلاد، تو اتاق دو کلیده. خیلی ها درست گفتن، یعنی کامل گفتن. بریم سراغ سوال بعد. این هم دوباره مثل همون قبلی هاست. میگه انتخاب اتاق اهمیت دارد، یعنی دوتاش یه چیز نیست،
کلید کلید و جلاد جلاد نیست. این جمله معنیش اینه. اینم میگه بهتر است اتاق یک را انتخاب کنید. اینم میگه کلید اینجاست جلاد اینجاست، که میگه بهتر اون رو انتخاب کنی. آفرین، چقدر زود بهار زکی زاده. آفرین آریان جهانی. آفرین آریانا وسوق. آفرین امیر عباس علی بیگی. هستی صادقی آفرین. حدیث سروری آفرین. امیر محمد فیروزی آفرین آفرین آفرین. آفرین آفرین، خیلی عالیه. ابوالفضل اسدی امین آفرین. سهیل خدایار. حنانه خزایی پور. مهزاد کمالی آفرین. علی نیک چهره درسته؟ نه، کسایی که بچه خواهشن، کسایی که اومدن دوباره نیان، فرصت بدن به دوستای دیگه شون. ستایش یداللهی آفرین. فاطمه محمد آبادی آفرین. امیر محمد بغدادچی آفرین. طه رواقی آفرین. مهدی نادری درسته. آسو زنوریان درسته آفرین. خیلی عالیه، همه اسمایی که گفتم جواب کامل دادن. خب یه نفر بیاد بچه ها داوطلب بشه، اونایی که تا حالا نیومدن. سلام. سلام، حال شما خوبه؟ ممنون، مرسی. خودتون رو معرفی میکنید؟ بله، آسو زنوریان هستم از کرمانشاه. آسو زنوریان، خیلی. آسو یعنی چی؟ افق. افق، اسم قشنگی داری، آفرین. ممنون. خب پس چرا اسمتون نذاشتی افق؟ آفاق میذاشتی، حالا چند تا افق هم بود تازه بیشترم میشدی. خب خب من یه حالتش رو بررسی کردم، درست در اومد. حالا اول حالت اشتباه رو میگم. اگر جمله اتاق اول غلط باشه، یعنی انتخاب اهمیت نداره و تو هر دوتا اتاق یه چیزه. آفرین. پس بر این اساس تو اتاق اول جلاد میشه، چون جملهش غلط بود. آفرین، ببینید خیلی قشنگ گفت. گفت فرض میکنم این جمله غلطه، این جمله چیه؟ غلط. مسئله میگه اینجا جلاده. خودش وقتی این غلط باشه نتیجه میگیرم انتخاب اتاق اهمیت نداره، یعنی دوتاش یه چیزه، پس این یکی هم جلاده. خب ادامه بده. این جمله و بهتر است اتاق یک را انتخاب کنید، خب بازم غلط میشه دیگه، چون که دوتاش یکیه. آفرین، این میشه غلط. خب پس الان در این صورت
نمیشه دیگه، چون که تو اتاق دو جلاده ولی جملهش غلطه، باید جملهش درست بله باشه. نمیشه، آفر، چون باید اینجا جملهش به درست تناقض بود. خوردیم، اینجا به تناقض خوردیم. بله، ولی پس حالا می بررسی میکنیم جمله اتاق اول درست باشه. آفرین، وقتی که درست باشه یعنی توش کلیده و انتخاب اتاق هم اهمیت داره، یعنی هر دوتاش یه چیز نیست. پس این نتیجه میگیریم درسته. بله و ولی توش وقتی این کلیده. درسته باید توش کلید باشه و انتخاب اتاق اهمیت دارد، جمله درستیه، یعنی اون یکی دیگه کلید نیست، این نیست. جلاده. پس جلاده و درست گفته که بهتر اتاق یک انتخاب کنیم، پس منطقیه وقتی که درست گفته توش جلاد باشه. آفرین آفرین آفرین، خیلی عالی و قشنگ توضیح دادی آسو خانم، مرسی، ممنون، موفق باشی. خب بریم بچه ها سوال بعدی. 8، بازم همونه، بازم میگه اگه تو اتاق یک کلید باشه جملهش درسته، اگه جلاد باشه جملهش غلطه، تو اتاق دو برعکسه. او شماره اتاق رو هم نزده بچه ها، اینجا شماره اتاق هم نداریم، یعنی معلوم نیست اتاق این چه اتاقیه. شرایط سخت شد، شماره اتاقان پاک شده، یعنی شما باید بگید که اصلا این اتاق چنده، اون اتاق چنده. خیلی جالب شد، آفرین. عجله نکنید اصلا بچه ها. الان جوابا رو چک نمی کنم چون قشنگ فکر کنید، سخته یه ذره، این یه ذره سخته چون شماره اتاق هم معلوم نیست. محشاتون چقدر تایپ کردی، مرسی.
خب بچه کی میخواد بیاد توضیح بده؟ کسی که تا الان نیومده. سلام، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. خودتون رو معرفی میکنید؟ من بهار زکیزاده هستم. خانم زکیزاده، آفرین. خیلی حالا درست جواب میدادی خانم زکیزاده. من زیاد اسمتو خوندم، آفرین. از کجا تماس میگیرید؟ از اصفهان. از اصفهان، به به. بله. خب توضیح بدم؟ بله بفرمایید. خب من گفتم که اگر اولین حالا اتاقی که گوشه و شمارش پاک شده رو ما در نظر بگیریم که اتاق اوله و کلید جمله درسته و جلا جمله نادرسته، خب من اول کلید رو گذاشتم، گفتم که در این اتاق یه جلاد هستش، که وقت خب یعنی جملهش درست باید باشه، در صورتی که نادرسته، چون ما گفتیم کلید گذاشتیم ولی جمله میگه که جلاد هستش. اگر ما بگیریم که توی اتاق اولمون جلاد هستش، باید جملهمون نادرست بگه، یعنی باید بگه که در این اتاق یه کلیده ولی میگه یه جلاده، پس اصلا کلا اتاق یک نیستش. آفرین، اجازه من اینجا رو توضیح بدم. بله. تا اینجا بچه ها میگه من حالت منم همینطوری حل کردم، فرض کردم اتاق اول اتاق اینوری اتاق یک باشه. ببین من از اینجا فرض مسئله رو شروع میکنم، استارتو از اینجا میزنم، اگه به تناقض رسیدم اینو عوض میکنم. میگه فرض میکنم این اتاق یک باشه، خب یا توش کلیده یا توش جلاده دیگه. حالا اگه توش کلید باشه جملهش غلطه، به تناقض رسیدی. اگه جلاد باشه جملهش درسته، باز به تناقض رسیدیم. پس هر دو حالتش به تناقض رسیدیم. پس این اتاق یک نیست، این اتاق دوه. مرسی، ادامه بدید، ادامه بدید لطفا. قطع شدید؟ یه بار دیگه درخواست بدید. یه نفر دیگه درخواست بده. خب فکر کنم بچه فرصت نیست، اجازه بدید من اینو دنبالش خودم حل کنم. وقتی اون اتاق دو شد پس این اتاق یکه. خب گفته در دو اتاق جلاد است. اگه این جمله درست باشه، ببین اون داره راجع به خودش فقط حرف میزنه، این داره راجع به دوتا اتاق حرف میزنه. فرض میکنم جملهش درست باشه، در هر دو اتاق جلاد باشه. خب اینجا جلاده، اینجام جلاده، ولی جلاد جملهش درسته، اتاق یکه، به تناقض میخوریم. پس این جمله نمیتونه درست باشه، این جمله غلطه، این غلطه. وقتی این غلطه اینجا باید جلاد باشه. جملهش غلطه، اینجا جلاده، گفته در هر دو اتاق جلاد است. اینجا رو نگه دست نگه دارید، این اصلا کاری به اون اتاق نداره. اینجا اگه کلید بذارم جملهش غلطه، درسته میخوره اتاق دو کلید، جملهش غلطه. اگه جلاد بذارم اتاق دو جلاد، جملهش هم درسته، هر دو حالت جواب میده. میام اینجا، اینجا گفتم اگه جملهش درست باشه دوتاش باید جلاد باشن، با این جور در نمیاد، اینجا جلاد میشه جملهش درست، به تناقض رسیدیم. پس باید جملهش غلط باشه. وقتی جملهش غلطه یعنی این تو جلاده، جملهش غلطه، در هر دو اتاق جلاد نیست، پس اینجا باید کلید باشه. و تو اتاق دو کلید، جملهش غلطه، تو اتاق یک جلاد، جملهش غلطه، کاملا هم درسته. بریم سراغ سوال بعد.
آها، اینجا میگه تو یه اتاق کلیده، تو دوتا اتاق دیگه جلاده. حد اکثرم یه جمله درسته، یعنی یا ستاش غلطه یا دوتاش غلطه. علی نیکچهره آفرین، آریان جهانی فر آفرین. عبدالله ظاهری آفرین. طه رواقی آفرین. خیلی درست دارید میگید. آفرین، آفرین. خیلی دارید درست میگید. آفرین. بچه ها دقت کنید، خیلی ها درست گفتن، چون فرصت نداریم من اینو خودم حل میکنم. خیلی ها درست گفتن، کاملم گفتن. یه روش حالت بندیه. حالت بندی بهترینه که رو حالت های کمتر ما حالت بندی کنیم. اینکه کلید تو یکیش دوتای دیگه جلاده، بیام ببینم کدوم اتاق کلیده. فرض کنید تو اتاق سه کلید باشه، خب این دوتا جلادن. در اتاق دو یک جلاد است. جملهش درسته. این غلطه. در این اتاق یک جلاد. اینم درسته. اگه اینجا کلید باشه دوتا جمله درسته، با مسئله جور در نمیاد. اگر اینجا کلید باشه
این درسته، خود جملهش درسته، این غلطه، اینم درسته، چون اینجام جلاد میشه. اگه اتاق دو کلید باشه جمله یک و دو درسته، بازم جور در نمیاد. اگه کلید تو اتاق یک باشه این غلطه، این غلطه، این درسته. بله این حالت جور در میاد. پس اینجا کلید اتاق یک کلیده، این دوتا جلادن. یه روش خلاقانه میخوام بهتون بگم بدون حالت بندی. حالا اگه شما این حالت بندیش خیلی ساده است، سه حالت در نظر گرفتیم دیدیم که جور در اومد، ولی من چطوری حل کردم؟ من وقتی جمله ها رو خوندم دیدم اتاق دو و سه ضد همن، راجب اتاق دو حرف میزنن، این میگه اینجا کلیده، این میگه جلاده، بالاخره یکیش درسته یکیش غلطه دیگه. خب ما اون یه دونه درستمون که حد اکثر یه دونه درسته، یکی از این دوتاست، یکیشون درسته یکیشون غلطه، پس این حتما باید غلط باشه. میگه در این اتاق یک جلاد است، پس اینجا کلیده، پس این دوتا جلاده. این جمله غلطه، این غلطه، این درست. اینم روش بدون حالت بندیش. بچهای عزیز یه نکته رو میخواستم بهتون بگم، خیلی مهمه. این کلاس های TNT رو از دست ندید، چه شما یه نفر بیاید، چه هزار نفر، چه 2000 نفر، به حال ما فرقی نمی کنه. ولی از رو تبلیغ هم نمیگم، از رو دلسوزی میگم، این آخرین فرصته. حتی اگه نخواید تو هیچ آزمونی شرکت کنید، خیلی کلاس های خوبی هن. ما درس ها رو مرور میکنیم. ببینید الان همین جلسه چقدر شما راجع منطق چیز یاد گرفتید، چقدر سواد منطقیتون رفت بالا، چقدر حل مسئلتون قوی شد. میتونید حالت بندی رو یاد بگیرید. حالت بندی که یکی از موارد مهم آزمون هاست، اصلا یه هنره، حالتی رو جا نندازی، حالتی رو دوبار نشماری. پس حالا من فقط واسه این جلسه گفتم، جلسه دیگه هم مطالب بهتر و کامل تری میگیم بهتون. دید سبودی رو داریم، هوش محاسباتی و عددی رو داریم، بعد دنباله تصاویر، خیلی چیزها رو داریم، اونا رو از دست ندید. حتی اگه نمیخواید تو آزمون مدرسه شرکت کنید، فرصت خیلی خوبیه براتون نسبت به هزینه‌ای که باید پرداخت کنید. حالا درس‌های دیگه هم که خیلی مهم‌تر باشه. امیدوارم همیشه تو زندگیتون انتخاب صحیح رو داشته باشید. همتون رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.